مسیر خیلی طولانی در پیش داریم. همین جلسه اول مطمئنم که برای شما بسیار جالب خواهد بود. مطمئنم مطالبی گفته خواهد شد که هیچ وقت شاید اگر در این کلاس شرکت نمی کردید نمی دیدید. من شرمنده شما هستم اگر که ما برای ثبت نام وجهی دریافت می کنیم. خدا شاهده اصلا دیگه مقدور نیست از این بیشتر ما تخفیف بدیم و تمام تلاشمون رو کردیم واقعا. ما هیچ پشتوانه‌ای به جز خدا نداریم در این کشور. دقیق می فرمایید. یعنی تا حالا یک نفر حتی اسپانسر نشده، مثلا حتی مثلا 10 نفر مثلا از یک بانک بفرستند، از یک وزارتخونه بفرستند، یک مورد نه، فقط خود شما بودید، خود شما عزیزان بودید. و شما ملاحظه فرمودید که من وقتی خواستم کلاس اقتصاد خرد رو شروع کنم، خب شروع شد با ما برخورد کردن دیگه. ملاحظه فرمودید که فایلای کلاس ما رو ضبط کردند، که سیستم ما رو هک کردند، فایلا رو منتشر کردند که مثلا ما از این راه عقب نشینی کنیم. ولی خب من فکر میکنم که وقتی شما عزیزم، من یک دینی نسبت به شما دارم که زحمت کشیدید، در کلاس های ما حضور پیدا کردید، حمایت کردید از این جنبشی که ما شروع کردیم، از این حرکتی که شروع شد. این یک حرکت علمیه، به نفع همه ایرانیان هست، به نفع تک تک ایرانیان هست. حالا دوستانی که این رفتارا رو کردن، حتی در برخی از گروه ها بسیار تخریب کردن، بسیار تهمت زدند. در گروه اعلام کردن، گفتن که فلانی فالوور فیک داره. شما ملاحظه بفرمایید، من حتی یک مورد فالوور فیک من تا حالا نگرفتم. اصلا من دنبال فالوور نیستم. اگر دنبال فالوور بودم که کانال اقتصاد، کانال کلینیک اقتصاد، کانال اینستاگرام کلینیک اقتصاد ما بعد از بیش از یک سال فعالیت، این همه اخبار ما منتشر کردیم، این همه مطالب مفید در کانال اینستاگرامی کلینیک اقتصاد منتشر کردیم، تازه داره میرسه به 10,000 نفر. هنوز به 10,000 نفر نرسیده کانال کلینیک اقتصاد. من اگر قرار بود فالوور فیک بگیرم، الان 2,000,000 نفر فالوور داشتم. مگه برای من کاری داره که یه مقدار دلار خرج کنم اینجا که فالوور فیک جذب کنم؟ آخه ما که آقای عزیزی که میگه صحبت ها رو میکنی، خودت بزرگترین کارتل ها، بزرگترین بنگاه های اقتصادی رو در کشور داری، این همه اومدی به ما تهمت زدی. انشالله روزی برسه ورق برگرده، روزی برسه که دانایان قدرت پیدا کنن، که خواهد رسید. روزی برسه که دانایانی که ضعیف شده اند قدرت پیدا میکنن. بسیار خوب.